سلام، به یه ویدیو دیگه با پاپکورن خوش اومدین. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه به بازیگرا و هنرمندایی که توی چند سال اخیر توی حوزه تبلیغات فعالیت کردن بپردازیم. البته نه همشون، اونایی که حضورشون توی تبلیغات باعث به وجود اومدن یک سری حاشیه ها چه در فضای مجازی چه در کارشون و در شرایط دیگه شده. البته قبلش یادتون نره که حتما کانال پاپکورن رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش رو هم بزنید تا زودتر از بقیه از ویدیوهامون باخبر بشید. سیامک انصاری حضور پرحاشیه‌ای توی تبلیغات داشته. چند ماه قبل تقریبا همزمان با پخش سریال 021 بودش که این بازیگر رو توی تیزر یک سایت کسب و کار و خرید و فروش کالا دیدیم. تکرار زیاد این تیزر توی تلویزیون باعث شد که سیامک انصاری و همون تبلیغی که انجام میداد توی شبکه‌های اجتماعی انقدر دست به دست بشه و باهاش شوخی بکنن و البته انقدر ازش انتقاد بکنن که بابا آقای سیامک انصاری فکر خیلی بامزه‌ای که الان داری این کارا رو انجام میدی و اون رو مورد تمسخر قرار داده بودن. بعد از یه مدتی این تیزر قطع شد و دیگه ازش خبری نبود تا اینکه با یه فرد دیگه اومدن اون ویدیوها رو ضبط کردن و تبلیغ رو بالا بردن. اما نکته بامزه ماجرا اینه که الان جدیدن دوباره یه سری تیزر جدید برای همون سایت کسب و کار ساختن که این بار باز هم سیامک انصاری توشون حضور داره که کمی فضاش تغییر کرده و به نظر میرسه که این تیزرها کمی از نظر کیفیت ساخت بهتر شدن و قوی تر از قبلیاست. این بار هم حضور سیامک انصاری به اندازه دفعه اولش حاشیه ساز نشده، البته یه جوری ازش انتقاد میکنن. این نکته رو حواستمون باشه که بعضیا همیشه در همه حال در قور زدن هستن، پس هر انتقادی هم که توی شبکه‌های اجتماعی راه میفته خیلی به جا ممکنه نباشه. بهنوش بختیاری اساساً از اون بازیگرایی که توی چند سال اخیر هر کاری که توی شبکه‌های اجتماعی کرده یا تو تلویزیون انجام داده یا تو سینما انجام داده یه جوری حاشیه ساز شده. از حضورش توی جشنواره فیلم فجر که با لباس‌های رنگی رنگی و عجب عجب و شلخته طور اومده بود بگیرید تا برسید توی واکنش‌هاش و اینهایی که صحبتایی که در واقع توی فضای مجازی توی صفحه اینستاگرام خودش می‌نویسه یا حتی تبلیغاتی که گاهی وقتا انجام میده. از اینکه یه مدتی با یک برند کیف و کفش همکاری می‌کرد، اصلا معلوم نشد چی شد، فقط چند تا عکس باهاشون گرفته بود. یا از اون طرف چند سال پیش با یک عطری اومد و تبلیغ اون عطر رو می‌کرد. یه ویدیو تبلیغاتی برای ساخته بودن که اون ویدیو خیلی سر و صدا کرد. از لحظه‌ای که اون ویدیو منتشر شد همه شروع کردن مسخره کردن و شوخی کردن با این تبلیغ که اصلا این چیه، کی اینو کارگردانی کرده، اصلا این چه فضاییه. البته بماند که اون زمان برای اون عطر خیلی برد تبلیغاتی داشت و باعث شد اسمش دیده بشه، اما برای خود بهنوش بختیاری خیلی جذاب نبود و حتی باعث شدش که بهنوش بختیاری تبلیغش رو از روی صفحش حذف بکنه و دیگه در موردش حرف نزنه. کلا هم بهنوش بختیاری توی تیزرها و تبلیغاتی که حضور داره خیلی چیز بصری آنچنانی ندارن، خیلی ایده ویژه‌ای ندارن و اونا یه سری تبلیغات ساده است. هرچند که بهنوش بختیاری توی صفحه اینستاگرامش تبلیغات زیادی میکنه، مخصوصا توی استوریش و توی پست‌های مختلفش در مورد مسائل مختلف خیلی تبلیغ میذاره. نوید محمدزاده از اون بازیگراییه که با حضورش توی سینما خیلی سریع معروف شد، خیلی سریع تبدیل به چهره شناخته شده شد و با توجه به اینکه خب به هر حال پسر جوونیه که یه چهره دوست داشتنی هم داره خیلی سریع محبوب شد. حضورش توی اکرانای مردمی یا تو هر فیلمی بالاخره یک تضمینی برای بخشی از فروش اون اثر هستش. نوید محمدزاده رو تا حالا توی تلویزیون ندیدیم. نمایشخانگی هم فقط یک مجموعه رو بازی کرده که اون به تازگی داره پخش میشه و سریال قورباغه است. اما نکته مهم در مورد نوید محمدزاده اوایل امسال رخ داد. تقریبا بهار سال 99 بود که محمدزاده خب تقریبا هیچ تبلیغاتی انجام نمیده و نه توی صفحهش ما دیده بودیم، نه توی هیچ تیزر تبلیغاتی حضور داشته تا الان یا حتی سفیر برند خاصی بشه و مسائلی از این دست. یهو امسال دیدیم که یه تبلیغ منتشر شد و نوید محمدزاده رو توی اون تبلیغ دیدیم. برای سنی چند بود، هم توی بیلبورداش دیدیم، هم یه دونه تیزر تبلیغاتی باهاش ساخته بودن. حضورش توی سنیش خیلی سر و صدا کرد و همه میگفتن که اوه اوه ببینید چه خبر شده که نوید محمدزاده حالا داره تبلیغ کار میکنه. توی اون تبلیغش هم که خب دیالوگی هم نداشت و فقط یه ویدیوی چند دقیقه، خیلی هم گفتن که مثلا رقم‌هایی مثل 800 میلیون تومان دستمزد گرفته. حتی بعد از اون چند نفر از دستمزدهای 1 میلیاردی خبر داده بودن.
اما چیزی که مهمه و چیزی که خیلی به چشم میاد اینه که سنیچ حتما مبلغ زیادی بابت حضور نوید محمدزاده برای اون تبلیغش پرداخت کرده بود. به هر حال نوید محمدزاده توی اوجشه، خب هم توی سینما خیلی خوب دیده شده، هم توی نمایشخانگی گفتیم داره کار میکنه. حتی اگر که اون ویدئوی تبلیغاتی یک جورایی کپی از طرحهای خارجی باشه، اما برای سنیچ اون زمان این برد تبلیغاتی رو داشته که بتونه بیشتر دیده بشه و بیشتر به چشم. اما نکته‌ای هم که باید در نظر بگیریم اینه که برندها بعضی وقتا اشتباه هم ممکن انتخاب بکنن. خیلی ها میگفتن که انتخاب نوید محمدزاده برای سنیچ خیلی انتخاب مناسبی نبوده. در نهایت این شدش که دیگه خبری از نوید محمدزاده نبود و الان اساسا نمیدونیم که همچنان اون روندشون ادامه داره یا نه، چون دیگه نه بعدن تیزرهاش رو دیدیم و نه بیلبوردهاش ادامه پیدا کرد. امین حیایی. امین حیایی از اون دست بازیگرایی که یه سالهای خیلی فعال بود، هم در سینما هم تلویزیون خیلی دیده میشد. انصافا هم خوب بازی میکنه و توی فیلمها خوش میدرخشه و معمولا هم فیلمهای پرفروشی داره. اما یه چند سالی هستش که یه مقداری کم رنگ شده، تعداد بازیشو کم کرده یا حتی سبکشو بازی کرده. مثلا توی فیلم در خونگاه بازی کرد که کلا یه لول دیگه ای از خودش نشون داده بود. تقریبا یک سال و نیمیه که داره با برنامه عصر جدید همکاری میکنه و به عنوان داور بیشتر دیده میشه. امین حیایی توی تبلیغات سس بیژن خیلی دیده شد، هم توی تبلیغ تلویزیونیش هست، هم تصویرش رو روی ماشینای حمل مواد غذایی و بیلبوردها زدن. نکته مهمی که در مورد تیزرش هست، خب شاید تیزرش به مذاق خیلی خوش نیاد، اما سازنده های تیزر بیژن سعی کرده بودن از شوخ طبعی ها و مدل بازیگری امین حیایی توی اون ساخت تیزر استفاده بکنن که انصافا هم بد نشده بود و آدم بهش توجه میکرد. البته شنیده ها از این قراره که میگفتن امین حیایی برای اینکه توی این سلسله تبلیغات بیژن مثل تیزر و بیلبورد و اینها حضور داشته باشه، یه چیزی مثل بین 600 تا 700 میلیون تومان دستمزد گرفت. خب البته نمیدونیم این رقم درست هست یا نه، این چیزهایی هستش که منتشر شده. البته یه نکته هم در نظر بگیرید، به این تبلیغات سس بیژن خیلی خیلی زیاد ایراد میگرفتن بابت اینکه میگفتن کپیه و شباهت زیادی به کارهای خارجی داره. هرچند که کپی کار خوبی نیست، اما بعضی وقت ایرانیزه کردن بعضی از ایده های خارجی میتونه جواب بده، نه اینکه کپی نعل به نعل کنیم. سید جواد هاشمی. سید جواد هاشمی از اون دست بازیگرایی هستش که همیشه توی نقشای مثبت بازی کرده، تقریبا ازش نقش منفی ندیدیم. به شدت هم یه آدم ملوی به نظر میرسه و شاید حتی ازش انتظار تبلیغ نداشته باشیم. اما نکته عجیبی که اتفاق افتاد تقریبا چند وقت پیش توی پاییز سال 99 بود که یک ویدئویی منتشر شده از سید جواد هاشمی که توی اون داشت میگفت که ارزاتونو ببرید دبی، برید اونجا خونه بخرید. تبلیغ آژانس تبلیغاتی توی دبی رو داشت انجام میداد. واقعا لایف استایل خونه های دبی با هیچ جای دنیا قابل قیاس نیست، قبول دارید؟ این ویدیوهای چند ثانیه‌ای، واقعا حتی یک دقیقه هم نبود، بعد از انتشارش کلی سر و صدا کرد و همه به جواد هاشمی نقد کردن و ایراد گرفتن که ای بابا تو خودت تو این سینما توی این سیستم داری کار میکنی، بعد اومدی تبلیغ میکنی میگی ارزو ببریم بیرون. حجم این انتقادها به قدری زیاد شد و به قدری بالا گرفت که جواد هاشمی تو کمتر از 24 ساعت بعدش یه ویدیو از خودش منتشر کرد و گفتش که من تو صفحه رسمی خودم از مردم عذر میخوام و این اشتباه من بود و من نباید تبلیغ میکردم. یعنی یه جورایی موج فضای مجازی باعث شد که جواد هاشمی از کاری که کرده عقب نشینی بکنه. متاسفانه تبلیغی کردم که تحقیق براش نکردم، عجله کردم و به توصیه یکی از دوستانم آمدم متنی رو گفتم که اصلا این متن واقعا با اعتقادات و رفتار خود من مغایرت داشت. خیلی ممنون که با ما تا اینجا همراه بودین. اگه شما حاشیه های هنرمندای دیگه‌ای که توی حوزه تبلیغات فعالیت کردن رو به یاد دارید و چیزی به ذهنتون میرسه، ممنون میشیم که توی کامنت ها برامون بنویسین. یادتون نره که کانال پاپکورن رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله بغلش هم بزنید. خدا نگهدار.